اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. ساعت 3:30 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌انداز بامدادی از بی بی سی فارسی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. در حالی که تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در جهان از مرز 700 هزار نفر گذشته، دونالد ترامپ تصمیم گرفته محدودیت‌های آمد و شد و فاصله گذاری اجتماعی در آمریکا را تا پایان ماه آوریل تمدید کند. از همکارمان در واشنگتن تازه‌ترین‌ها را خواهیم شنید. صد فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای علی خامنه‌ای را مسئول اول تبدیل کرونا به یک فاجعه ملی توصیف کردند. در گفتگوی با یکی از امضا کنندگان این بیانیه می‌پرسیم هدف از انتشار آن چه بوده؟ مسئله اول جدی گرفتن و فهم درست صورت مسئله است. آقای خامنه‌ای همچنان رو توطئه دشمن و جنگ و بیولوژی و لشکر اجنه و اینها، آقای روحانی هم واقعا جدی نمی‌گیره. ابتدا خبرهای جهان از فرج بالافکن. سلام و صبح بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که با توجه به وضعیت فعلی و احتمال به اوج رسیدن منحنی قربانیان کرونا تا 2 هفته دیگر، تصمیم گرفته محدودیت‌های آمد و شد و فاصله گذاری فیزیکی را تا پایان ماه آوریل تمدید کند. او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که این محدودیت‌ها تا روز عید پاک لغو شود. آقای ترامپ همچنین امیدوار است که 2 ماه دیگر شرایط بازگشت اوضاع به حالت عادی فراهم شود. امیر پیام گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ عصر یکشنبه ابراز امیدواری کرد با عرضه انبوه تست های جدید کرونا که گفته می شود ظرف 15 دقیقه نتیجه آن مشخص می شود، آمریکا بتواند با تشخیص سریع از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری کند. آمریکا اکنون با بیش از 130 هزار مبتلا به کانون اصلی همه‌گیری کرونا در جهان بدل شده و کارشناسان می گویند احتمال دارد 100 تا 200 هزار آمریکایی قربانی کووید 19 شوند. مشروع خبرها را از رادیو بی بی سی در لندن میشنوید. مقام های ایران میگویند که شماره کل قربانیان بیماری کووید 19 در آن کشور به 2640 نفر رسیده. وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان قطعی را هم 2901 نفر اعلام کرده که به این ترتیب شماره کل مبتلایان به بیش از 38 هزار نفر افزایش یافته. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که برای اطلاع از نقطه اوج این بیماری باید منتظر پایان تعطیلات نوروز بود. در بعضی از استانها بله، ما از پیک عبور کردیم و آمدیم در شیب پایین قرار گرفتیم، اما در بعضی از استانها هنوز نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم. در همین حال 100 فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را مسئول اصلی تبدیل بیماری کووید 19 به یک فاجعه ملی توصیف کردند. این 100 نفر در بیانیه خود تاکید کردند که رئیس جمهوری ایران هم به گفته آنها همسو با آقای خامنه‌ای در پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه‌های دشمن در تشدید این روند سهیم بوده. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرده که دست کم 50 افغان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این تعداد را بستگان قربانیان به بخش مهاجران مهاجرت سفارت افغانستان در تهران خبر دادند. گفته می شود که وزارت بهداشت ایران حاضر به ارائه مبتلایان و جان باختگان افغان به سفارت افغانستان در تهران نبوده. و شهرداری مسکو اعلام کرده که با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در این شهر محدودیت‌های شدیدی اعمال خواهد شد. این تصمیم بعد از آن اعلام شده که شماره مبتلایان به ویروس جدید کرونا در این شهر از 1000 نفر افزایش یافته. تا عصر دیروز بیش از 33800 نفر در جهان جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند و تعداد موارد تایید شده ابتلا به 720 هزار نفر افزایش یافته است. با صبح خیر به برنامه امروز دوشنبه 11 فروردین 1399 برابر با 30 مارس 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با فرج بالافکن تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. امروز هم برنامه رو با خبرهای مربوط به کووید 19 در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر ابراز امیدواری کرده بود محدودیت‌های کرونا را تا روز عید پاک لغو کند، گفته با توجه به وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌ها درباره چند هفته آینده تصمیم گرفته محدودیت‌های آماده شد و فاصله گذاری اجتماعی را تا پایان ماه آوریل تمدید کند. رئیس مرکز بیماری‌های عفونی آمریکا هم پیش‌بینی کرده است که دست کم 100 هزار نفر در این کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دهند.
اجازه بدهید بریم به واشنگتن و با همکارم کامبیز فتایی صحبت کنیم. کامبیز، ظاهرا آقای ترامپ توصیه‌های کارشناسان و پزشکان رو پذیرفته و تصمیم گرفته که محدودیت‌های اجتماعی و رفت و آمدها رو برای نیمه دوم ماه آوریل هم ادامه بده، درسته؟ خب بله، البته موضع آقای ترامپ همیشه در این بحران چندان منسجم نبوده. چند روز پیش صحبت از این میکرد که ابراز امیدواری کرده بود که تا عید پاک چیزی حدود دو هفته دیگه کشور تا حد زیادی به حالت عادی برگرده، محدودیت های فدرال البته نه ایالتی برطرف بشه تا حد زیادی. این رو همون موقع خیلی ها خوشبینانه میدونستن و حتی گفتن خطرناکه، چرا که دست کم میگیره از نظر اونها آقای ترامپ بحران رو. روز گذشته دیدیم که موضع خودش رو رئیس جمهوری آمریکا عوض کرد و این بار حالا احتمال بسیار زیاد در توصیه کارشناسان داره میگه که تا آخر ماه آوریل، یعنی دقیقاً تا چهار هفته دیگه، یک ماه دیگه، این محدودیت ها همچنان ادامه داره اگر دوباره تمدید نشه، که یک چرخشی سر موضوع آقای ترامپ. منتها در این حال ابراز امیدواری کرده، میگه که حتی اگر این تا پایان این بحران 200,000 نفر هم در آمریکا جانشون رو از دست بدن، باز هم از نظر او میتونه موفقیت آمیز باشه، چرا که برابر برخی از ارزیابی‌های کارشناسان به او گفتن که شاید اگر جلوشون نمیگرفتن این اقدامات رو تا حالا نمیکردن، تعداد مرگ و میر به 2,000,000 هم میرسید. و به هر حال به نظر میرسه که به هر حال این شاید این هشدارها و همینطور ارزیابی‌های اطلاعات تازه‌ای که دارن و همینطور که میبینیم که رشد داره میکنه در ایالات‌های مختلف، باعث شده که الان رئیس جمهوری آمریکا یک مقدار دوباره تجدید موضع بده و تغییر موضع بده و الان میبینیم که رویکرد سخت‌تری رو در نظر گرفته باشه که محدودیت‌های فدرال حالا ادامه خواهد یافت در آمریکا. بعد از آمریکا حالا بریم به سراغ بقیه جهان. خبرهای تازه از کشورهای دیگه‌ای که دارن با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنن چیه؟ خب البته در جهان هم اگه بگیم، آمریکا حالا از لحاظ تعداد موارد شناسایی شده در صدر قرار داره. بعد از آمریکا به هر حال کشورهای اروپایی هستند، همینطور چین هست. در اسپانیا بیش از 700 نفر روز یکشنبه جانشون رو از دست دادن، در ایتالیا بیش از 800 نفر. البته در ایتالیا این رو باید اضافه بکنم قدری سیر نزولی داشته حداقل تعداد فوتی ها، و در اسپانیا همینطور دولت گفته که تدابیر سختی رو داره به اجرا میگذاره. در چین که در اونجا شروع شد، البته که اون هم البته تعداد مبتلایان زیاد بوده، منتها در الان دارن میگن که برای چهارمین روز متوالی تعداد مبتلایان کمتر شده، از 45 به 31 رسیده، که نشون میده تا حد زیادی اینها تونستن مهار بکنن. منتها به هر حال در کشورهای مختلف دست به گریبان هستن. در میبینیم که در ویتنام دولت به شهرداری‌ها اعلام کرده که آماده باشن برای تدابیر سختگیرانه، در همینطور در کشورهای مثل آرژانتین. در سوریه خبر آمده که 10 مورد شناسایی شده و یک مورد فوتی هم برای اولین بار روز یکشنبه دارن به کرونا اون رو نسبت میدن. در حال اوضاع در کل بحرانی هست، منتها آمریکا الان در صدر قرار داده. در اینم اضافه بکنم در آمریکا نیویورک نیمی از مبتلایان و تا حد زیادی کشته ها و فوتی ها در ایالت نیویورک هستن. نیویورک الان به کانون کرونا در آمریکا تبدیل شده، هرچند بنابر آخرین آمار در روز یک شنبه الان در بیش از 20 ایالت هم تعداد مبتلایان به بیش از 1,000 مورد رسیده. متشکرم کامبیز فتاحی در واشنگتن. از خبرهای مربوط به کرونا در جهان برویم به سراغ ایران، که روز گذشته شمار کل قربانیان در آن به 2,640 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان قطعی را هم 2,901 نفر اعلام کرد، که به این ترتیب شمار کل مبتلایان به بیش از 38,000 نفر رسیده. همزمان با اعلام این آمار، حسن روحانی رئیس جمهوری گفت برای آنکه بدانیم ابتلا به کرونا به اوج ابتلا رسیده، باید منتظر پایان تعطیلات نوروز باشیم. سیاوش اردران گزارش می‌دهد. دیگر خبری از جمعیت انبوه گردشگران نوروزی نیست. استان‌های شمالی تا چند هفته پیش از کانون‌های شیوع کرونا بودند. حالا با سختگیری‌های بیشتر دولت، ظاهراً تعداد بیشتری در خانه ماندند. مثل تهران که ترددها در داخل شهر کاهش نسبتاً چشمگیری را نشان می‌دهد.
امروز 28 اسفند ماه 98 ساعت حدود 11 نقطه مقابل هفته پیش که جابجایی 8 میلیون نفر در سطح کشور ناظران بهداشتی را به وحشت انداخت. این ناظران و کارشناسان میگویند با پایان دوره نهفتگی ویروس احتمالاً شاهد موج دومی از ابتلا و مرگ و میر خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کوشید از چشمانداز موج دوم و ابعاد آنچه پیش بینی می شود فاصله بگیرد. در بعضی از استانها بله، ما از پیک عبور کردیم و آمدیم در شیب پایین قرار گرفتیم، اما در بعضی از استانها هنوز نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم. دولت روحانی امروز زیر ضرب انتقادها از چپ و راست طیف‌های سیاسی است. مثلا از طرف رقیبانی سابق مثل محمد باقر قالیباف که میگویند چرا دولت دیر اقدام کرد، هم در زمانی که ویروس در ایران شیوع نیافت، هم زمانی که شیوع یافت ولی سختگیری نشد. با این حال مقامات دولت روحانی میگویند این انتقادها سیاسی کاری است. حسن روحانی قویاً از عملکرد دولتش دفاع کرد. از همه این متخصصین دیروز ما سوال کردیم کاری که تا امروز ما انجام دادیم مورد قبول شماست و آیا نقصی داره یا نداره. خوشبختانه همه این متخصصین کار انجام شده رو قابل قبول میدونستند. حالا که دولت و شخص حسن روحانی لحن جدیتری درباره سختگیری‌ها گرفتند، پلیس راه از کاهش 50-80% ترددهای شهری و بین شهری خبر می‌دهد. ولی معلوم است همه بخش‌های دولت هماهنگ نیستند. مثلا در قم که مرکز شیوع ویروس در ایران بود، مقررات همچنان کامل اجرا نمی‌شود. ویروس کرونا، خدا وکیل کرونا خالی اون موقع میگن مردم همه جا باید تعطیل باشه، هیچ کس بیرون نمیاد، دکونا مغازه ها مردم تعطیل می‌کنن. موقع اینا کیان؟ اینا ما نمی‌دونیم از کجا اومدن. آباد، تبریز. تلویزیون ایران این روزها در زمینه برجسته کردن کمکاری دولت برای اجرای سختگیری‌ها فعال ظاهر شده. رومیه قرار بود که بمونیم تو شهر، نریم این ور اون ور. ما 4 ماه از خونمون زدیم بیرون، الان دیگه مسیرمون یه جوری مجبوریم بریم خونه. آن شما آلودگی داریم برید خونه آدم. خب چیکار کنیم؟ ما برنامه‌ریزی کردیم. انتقادهای تلویزیون ایران بیشتر معطوف به عملکرد دولت است تا این قبیل فعالان که تحت عنوان گروه‌های جهادی و نزدیک به سپاه کار ضد عفونی شهرها و روستاها را بر عهده گرفتند. ولی گاهی خود نکات توصیه شده مثل فاصله گذاری های اجتماعی را رعایت نمی کنند. فعلا دولت آنگونه که حسن روحانی تاکید داشت می خواهد اقتصاد ایران لنگ کرونا نماند و تولید هرچه سریعتر از سر گرفته شود. آرزویی که همه دولت ها دارند، هرچند رسیدن به آن مسیری طولانی و مبهم است. سیاوش اردلان گزارش میداد. حالا که از تازه‌ترین خبرهای مربوط به کرونا در جهان و ایران خبردار شدیم، اجازه بدید بیشتر در این مورد با دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی دانشگاه ییل در نیو هیون در ایالت کانتیکت آمریکا صحبت کنیم. درود آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. اول از همه نگاهی بندازیم به آمریکا و نگرانی‌هایی که ابراز شده از بابت کمبود تجهیزات پزشکی به ویژه در نیویورک. می‌بینیم که آقای ترامپ هم محدودیت‌های اجتماعی از جمله رفت آمد و همینطور گرفتن فاصله در جامعه رو برای 2 هفته دیگه تمدید کرده. آیا این کار جواب نگرانی‌هایی رو که ابراز شده میده؟ خب تمام نگرانی‌ها رو جواب نمیده. همچنان متاسفانه در نیویورک در بسیاری از بیمارستاناش با یه سری کمبودهای مواجه هستند، ولی من فکر می‌کنم ظرف این هفته آینده به این کمبودها پاسخ میدن و همین امروز هم واقعا علامت امیدوار کننده ای بود که میزان آلودگی جدید یک دفعه از نزدیک بین 3,000 تا 4,000 نفر به 2,000 نفر کاهش پیدا کرد. در من 6 روز بود که یک همچه کاهشی رو ما ندیده بودیم. بنابراین من فکر میکنم چون مردم همه رعایت میکنند و دولت هم داره به سرعت امکانات رو فراهم میکنه و این کمبودهای اولیه رو جبران میکنه، آینده نزدیک آینده تاریکی نخواهد بود، چه برای نیویورک و چه برای امریکا.
بسیاری از مقام‌های کشورهایی که درگیر هستن با این ویروس کرونا منتظر رسیدن به نقطه اوج این بیماری هستن تا بعد از گذر از این نقطه اوج بتونن دوباره دستور بازگشایی کسب و کارها رو بدن، از ضررهای اقتصادی جلوگیری کنن. پیش‌بینی‌هایی که در این باره میشه در کشورهای مختلف چقدر قابل اطمینانه؟ از چه جور الگوهایی استفاده می‌کنن که بتونن ضریب اطمینانش رو بالا ببرن؟ آقای کاراکتر معروف امریکا، این آقای یوگی برا، میگه که پیشبینی همیشه مخاطره آمیزه، بخصوص اگر درباره آینده باشه. ببینید، این پیشبینی و محاسبه ها همه واقعا بسیار دشوار و غیر قابل اتکا هست. برای اینکه به یه سری عناصر مشخصی ما لازم داریم برای اینکه بتونیم درست پیشبینی بکنیم، مثلا میزان آلوده سازی یا اون چیزی که میگیم R0 این ویروس، یعنی هر یک نفری چند نفر رو آلوده میکنه، زمان دو برابر شدن آلودگی، چه کسی از جمعیت واقعا این بیماری رو دارن، زمانی که بین شروع علائم بیماری است و حاد شدنش، و بعد عوامل دیگه مثل تراکم جمعیت، مثل معدل سن و سال جمعیت، مثل نسبت بیماران خفیف به بیماران حاد، همه اینا میتونن واقعا، و بعد تاثیر داروهای جدید، تأثیر واکسن، همه اینا میتونن محاسبه و پیشبینی ما رو دشوار بکنن و غیر قابل اتکا بکنن. مشکل ایران اینه که ما مثل خب بقیه کشورها بسیار از این عوامل رو نداریم. متاسفانه آماری هم که دولت ایران در اختیار ما میگذاره آمار به کلی متفاوت با بقیه دنیا. این منحنی بیماری که تا به امروز داریم در همه دنیا تصاعدی بالا رفته، در ایران ظاهرا اجنه کاری کردن خطی بالا بره. ما نمیدونیم چند تا بیمار در حال گردشه. دولت تا حالا به هیچ وجه از خودش مدیریتی نشون نداده برای کنترل بیماری. ما دخالت پیشگیری و قرنطینه رو هنوز نمیدونیم و نمیدونیم. و بنابراین اینکه این منحنی به طرف راست میره یا واقعا متوقف میشه صعودش رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. دو تا تجربه جلومونه. یکی تجربه چینه. اینا 20%شون بیمارستان لازم داشتن، 5%شون ICU لازم داشتن و حدود 3.5%شون مرگومی رو تلفاتشون بوده. تجربه دیگر ایتالیاست. در اون طرف این تیف 30% بیمارستان لازم داشتن، 25%شون حاد بودن و 10% مرگ داشتن. اینها معدل سنی بیمارانشون و جمعیتشون بالاتر هم بوده. شما باید متصور بشید که در مورد ایران، سناریوی ایران، ما یک جایی هستیم بین چین و ایتالیا به هر حال. یعنی اگر که مشاهده نماینده سازمان بهداشت جهانی درست باشه در مورد ما و تعداد واقعی 5 برابر اونچه که حکومت میگه باشه، ما یه جایی بین 80,000 تا 100,000 نفر آمار دولتیمون خواهد بود در کل و 5 برابرش میشه حدود 500,000. بنابراین تعداد تلفات جمعیت ایران درستی بین 15,000-20,000 تا 50,000 میتونه تخمین زده بشه در بدترین شرایط. و این شرایط بسیار بدی است، برای اینکه مرگ و میر بالا هست، آلودگی بالا هست، تلفات بالا هست و برای همه اینها در واقع حکومت ایران مستقیما مسئوله. آقای دکتر، یک نکته دیگه ای که شاید جالب باشه دونستنش اینه که این اهمیت نقطه اوج در چیه؟ عبور از این نقطه معنیش چیه و آیا واقعا اگر از این اوج عبور بکنیم بعد از اون دیگه احتمال اینی که بیماری شیوع پیدا بکنه باز هم از بین میره واقعا؟ احتمال شیوع بیماری به کلی از بین نمیره، ولی کنترل تعداد بیماران اون موقع بسیار قابل، به طور قابل درکی در دسترس قرار میگیره. اگر که شما ببینید بین 10-15% افزایش بیماری به اصطلاح کیس جدید بیماری رو دارید، این یعنی بین 7-8 روز یا 9 روز تعداد بیماری کل بیماران دو برابر میشه. این یعنی شما با کنترل بیماری فاصله بسیار زیادی دارید. مثلا ما روی 21 اسفند، حوالی 21 اسفند، حدود 9000 تا کیس رو دولت ایران گزارش داده بود. اگه نگاه کنید 7-8 روز بعدش دو برابر شد و باز مثلا روز اول فروردین اینا نزدیک 20,000 داشتن و الان همینطوری که داریم به 10 فروردین میرسیم داره دو برابر میشه، حدود 40,000 داره میشه. و این یعنی اینکه کمترین کنترلی روی این ویروس وجود نداره، روی اشاعه آلودگی وجود نداره. هر وقت که شما ببینید این به اصطلاح زمانی که برای دو برابر شدن هست داره طولانی تر میشه
و میزان کیس های جدید داره پایین میاد درصدش، اون وقت هست که میتونید شما پیش بینی بکنید که داریم به اونجایی میرسیم که منحنی در واقع دیگه بالاتر نمیره و صاف میشه و آلودگی داره تحت کنترل در. خیلی متشکر هستم آقای دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی در دانشگاه ییل آمریکا. صد فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را مسئول اصلی تبدیل بیماری کووید 19 به گفته آنها به یک فاجعه ملی توصیف کردند. این صد نفر در بیانیه خود روزی یک شنبه منتشر شد. در این حال تاکید کردند که حسن روحانی رئیس جمهوری هم باز به گفته آنها با همسویی با آقای خامنه ای در پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه‌های دشمن در تشدید این روند سهیم بوده. در این بیانیه از جمله به سخنان آقای خامنه ای اشاره شده که در آن از حمله بیولوژیک، دست داشتن آمریکا در ساختن ویروس کرونا و همینطور حضور اجنه در صفحه دشمن صحبت کرده. از بین امضا کنندگان این بیانیه می توان از حمید احمدی، عبدالعلی بازرگان، بهروز بیات، بهروز خلیق و رضا علیجانی نام برد. ساعتی پیش با آقای علیجانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، گفتگویی داشتم و ابتدا از او پرسیدم که فکر میکند رهبران ایران چه تصمیمی میبایست میگرفتند که کار به اینجا نکشد. در همه جای دنیا، همینطور که در متن این بیانیه هم آمده، یا عموماً در اکثر کشورها سیاستمدارها گوش به کارشناسها میدن و الان خوب کارشناسان پزشکی و کسانی که همه‌گیرشناسی رو پیگیر هستن، مدیریت این دور بیماری ها رو دارن، اونها حرف اول رو میزنن. متاسفانه در ایران حرف اول رو سیاسی نظامی ها میزنن یا حرف اول رو اقتصاد میزنه. ما کم داریم کشورهایی که به اصطلاح دچار این وضعیت شدن. خیلی از کشورها ممکنه شفافیت به خرج ندادن یا اول بی‌اعتنایی کردن، ولی خب تو ایران شاید ردی اول رو در این موزه داشته باشه. توقع اولیه این بود که به سخنان و هشدارهای پزشکی توجه میکردن. توقع این بود که مصلحت نظام رو بر مصلحت مردم ترجیح نمیدادن، جان مردم رو فدای راهپیمایی و انتخابات نمیکردن. توقع این بود که دولت دخل و خرج اقتصادیش رو ترجیح نمیداد به حفظ جان آدمیزاد. آقای خامنه‌ای به علت قدرت حقیقی و حقوقی که داره خوب نقش اول رو داره، رئیس جمهور هم به عنوان برحال بخشی از قدرت، بخش کمتری از قدرت رو داره، ولی آقای روحانی هم یکی از موانع قرنطینه شدن کشور بود و این نوع نامه ها البته این فشار افکار عمومی رو متمرکز میکنه برای اینکه اونها متوجه حقایقی که باید متوجه بشن و اعمالی که باید انجام بدن بشن. خب الان به نظر شما مقامات ایران چه کار میتونن بکنن، مقامات مسئولان؟ حالا شما شاید انتظاری نداشته باشید اونقدر که به خاطر این نامه‌ای که شما نوشتید بیانیه شما تغییری بدن، ولی به هر حال اونا هم متوجه شدن که چه بحرانی مملکت رو در بر گرفته. فکر میکنید که باید چه کار بکنن که تا حدی جبران بکنن وضعیت رو یا کارهایی رو که نکردن و راه رو هموار بکنن برای مبارزه با این ویروس و این بیماری؟ مسئله اول جدی گرفتن و فهم درست صورت مسئله است. آقای خامنه‌ای همچنان رو توطئه دشمن و جنگ و بیولوژی و لشکر اجنه و اینها میدونه. آقای روحانی هم واقعا جدی نمیگیره. مسئله اول جدی گرفتن شفافیت، اما همونطور که در متن نام مسئله شناسی شده، سه تا مشکل اصلی هست. یکی این که جلوی سرعت شیوع ویروس باید گرفته بشه که نظام درمانی کشور نپاشه و از اون طرف خب تعداد مبتلایان هر چقدر بیشتر بشه خطرات بالاتر میره. دوم تجهیز بیمارستان‌ها، تجهیز کادر درمانی به لحاظ پرسنل و به لحاظ به ویژه امکاناتی که بایستی داشته باشن که الان خب در برخی از مسائل اولیه مشکل دارن. و سوم حمایت از اقشاری که در این دوره آسیب بیشتری میبینن برای اینکه اون ترددهای اجتماعی به حداقل برسه. خب در هر سه این حوزه‌ها الان تجارب جهانی وجود داره. در شرق آسیا، چین، ویتنام، کره جنوبی، اینها خیلی‌هاشون تجارب موفقی دارن یا حداقل تجاربشون میشه استفاده کرد. در اروپا الان خب تجارب و مدل‌های مختلفی وجود داره. اما اینها برای هر سه این مسائل، برای اون مسئله اول که کاهش تردد هست، خب مدل‌هایی در
جلوگیری از تردد اجتماعی در اروپا و در کشورهای مختلف وجود داره که ظاهرا آقای خامنه‌ای فقط میتونه اعتراضات مردم رو، حکومت جمهوری اسلامی فقط میتونه اعتراضات مردم رو سرکوب بکنه، بقیه جاها مصلحت نظام اقتضا نکنه، مصلحت مردم اقتضا نمیکنه ظاهرا که این قرنطینه سازی که باید از قم صورت میگرفت یا همین حالا که به هر حال با یک فاصله زمانی به این تصمیم رسیدن بتونن این رو خوب اجرا بکنن. اما مشکل اصلی، مشکل کمبود اقتصادی، منابع اقتصادی برای اون حل دوتا مشکل بعدی است، یعنی تجهیزات کادر درمانی و نظام درمانی کشور و حمایت اقتصادی از اخشاری که در این مقطع آسیب بیشتری میبینند. خب هم به لحاظ قدرت حقیقی هم حقوقی آقای خامنه‌ای قدرت بالاتری رو داره. صندوق ذخیره ارزی که اموال مردم هست، بیت المال هست به تعبیری، زیر سیطره ایشونه، ابر مؤسسات اقتصادی دست ایشون هست. خب ایشون از در اینجا هیچ هزینه ای نمیکنه، ولی وقتی که مثلا سپاه قدس و بحثش وسط میاد 200 میلیون یورو یه دفعه اختصاص پیدا میکنه. آقای خامنه‌ای در رابطه با مسائل سیاست خارجی کشور خوب الان تحلیلی داره که مانع کمک رسانی هست. کمک آمریکا پس داده میشه، پزشکان بدون مرز عودت داده میشن. خب با این تفکر که در داخل ما به حال خودش راه بکنیم و در خارج هم به اصطلاح از کمک‌های بین‌المللی استفاده نکنیم، اینا همه مسیرها برای به اصطلاح حتی حل مسئله کرونا. ولی این نامنگاری ها باعث میشه که فشار افکار عمومی اولا درست آدرس داده بشه، روشنگری بشه و فشار بدن اجتماعی و فشار افکار عمومی در واقع حکومت رو عقب بزنه. همون گونه که خب جمعی از اساتید دانشگاه فعالان سیاسی و مدنی مدتی پیش نامه هم به آقای ترامپ نوشتن. حالا ما با کل تحریم ها مخالفیم، ولی در اونجا تاکید شده بود که لااقل تحریم هایی که در عمل نه فقط رو کاغذ بله فشار میاره به درمان نظام درمانی ایران، اینها برداشته بشه، تسهیل بشه. من فکر میکنم چه نامه هایی که در سطح بین الملل برای آقای ترامپ نوشته میشه هدایت میکنه فشار افکار عمومی رو، چه در داخل تا حدی میتونه تأثیر بگذاره و حداقل اینکه یک وظیفه اخلاقی درست صورت میگیره در کنار دیگر کارهایی که میشود انجام داد. رضا علی جانی، فعال ملی مذهبی. خب حالا نوبت شما شنوندگان بینندگان برنامه است که نظرات خودتون رو درباره خبرها و مطالبی که شنیدید با ما در میون بگذارید. از تجربیات خودتون در این روزهای نوروز و روزهای محدودیت‌ها و نگرانی‌هایی که فکر همه ما رو مشغول کرده به ما بگید. از طریق تلگرام و همینطور در فیسبوک تا من در ادامه برنامه اونها رو برای بقیه هم بخونم. این هم راه‌های تماس با ما. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22 و حالا برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در ایران، بار دیگر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، نسبت به سلامتی دخترش ابراز نگرانی کرده است. خانم بازرگان در نامه خود از وخامت حال نرگس محمدی خبر داده. او در نامه خود نوشته خانم محمدی در 15 روز گذشته به سرفه‌های شدید، سوزش گلو و درد قفسه سینه مبتلا شده. شماری از نویسندگان، هنرمندان و کنشگران طی بیانیه‌ای خواستار اعطای مرخصی به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. آنها به اشاره به شیوع ویروس کرونا و خطری که زندانیان را تهدید می‌کند، از عدم مرخصی به این زندانیان انتقاد کردند. پیشتر قوه قضاییه اعلام کرده بود که زندانیان محکوم به اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آنها بیش از 5 سال باشد از دریافت مرخصی مستثنا شدند. مدیر کل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری از مسدود شدن راه ارتباطی 27 روستا در اثر بارش شدید باران خبر داده. به گفته مرتضی زمانپور در شهرستان‌های کوهرنگ و اردل برف و باران شدیدی باریده که این موضوع باعث بسته شدن راه‌های ارتباطی به روستاها در این مناطق شده. و مدیر کل حمل و نقل جاده‌ای ایران میگوید ترمینال اتوبوسرانی غرب تهران تعطیل شده است. داریوش باقرجوان گفته کلانتری میدان آزادی بدون هماهنگی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ترمینال غرب را بسته. او علت بسته شدن این ترمینال را عنوان نکرده، اما گفته احتمالاً به دلیل شیوع کرونا این تصمیم اتخاذ شده. آقای باقرجوان گلایه کرده که ستاد ملی مبارزه با کرونا سفرها را محدود کرد، اما آنها را کاملاً متوقف نکرده بود و این موضوع باعث سرگردانی مسافران ترمینال غرب شده است.
چشم‌انداز بامدادی را از بی بی سی در لندن میشنوید. فرصتی داریم که نگاهی بندازیم به سرخط مهمترین خبرهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که با توجه به وضعیت فعلی و احتمال به اوج رسیدن منحنی قربانیان کرونا تا دو هفته دیگر، تصمیم گرفته محدودیت‌های آمد و شد و فاصله گذاری اجتماعی را تا پایان ماه آوریل تمدید کند. مقام های ایران می گویند که شمار کل قربانیان بیماری کووید 19 در آن کشور به 2640 نفر رسیده. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که برای اطلاع از نقطه اوج این بیماری باید منتظر نوروز بود. یک صد فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را مسئول اصلی تبدیل بیماری کووید 19 به یک فاجعه ملی توصیف کردند و سفارت افغانستان در تهران اعلام کرده که دست کم 50 افغان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. به نیمه برنامه رسیدیم. اجازه بدید نگاهی بندازیم به مطالب نیم ساعت دوم. گفتگوی داریم با شهرداد روحانی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، درباره کریستوف پندرسکی، آهنگساز و رهبر ارکستر که دیروز در سن 87 سالگی درگذشت. بخش دیگری از شیرازار هم خواهی چنید و طبق معمول دوشنبه صبح از دو سوی آمو هم با ترانه های تازه از افغانستان و تاجیکستان در انتظار شماست. هرگز سفر بهانه چینا نمیکنه، پوشکو کرونا نگیری، از چینوها نگیری، از ملک ایران نگیری، از کومت ایران نگیری. همراه با ما ببونید تا این مطالبی که اعلام کردم رو به زودی بشنوید. دیروز کریستوف پندرسکی، یا اونطور که ما در ایران از اون نام میبریم، پندرسکی، آهنگساز و رهبر ارکستر اهل لهستان، در سن 87 سالگی درگذشت. از میان کارهای شناخته شده او میتوان از مرثیه قربانی‌های هیروشیما و سمفونی شماره 3 نام برد. پیشتر گفتگوی داشتم با شهرداد روحانی، رهبر دائمی و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران، و از او درباره اهمیت پندرسکی و کارهای او پرسیدم. پندرسکی یکی از آهنگسازان خیلی تاثیرگذار بوده در قرن 20 و 21 که فکر میکنم از حدود سال 1960 شناخته شد کارهاش و به عنوان یک آهنگساز آوانگارد شناخته میشه و بسیار تاثیرگذار بوده در موسیقی آوانگارد، موسیقی مدرن کلاسیک دنیا. شاید موسیقی آوانگارد موسیقی نباشه که اکثر مردمی که طرفدار موسیقی کلاسیک هستن باهاش آشنا باشن، ولی میتونید به ما بگید که یکی دیگر از دلایل شهرت آقای پندرسکی چیه؟ ببینین، شهرت پندرسکی در بین موزیسین‌ها و در بین مردم دو تا چیز مختلف بود. در بین موزیسین‌ها این بود که بسیار قطعاتش سخت بود برای اجرا، برای اینکه همونطور گفتم خیلی ابداع داشت توی کاراش و نوآوری‌های زیادی داشت و خب موزیسین‌ها برای اجرای کارهاش تا قبل از اون با خیلی از به اصطلاح نوت نویسی‌هایی که حتی پندرسکی اختراع کرده بود آشنا نبودن. در نتیجه خیلی اجراهای سختی داشت، کارهاش هم خب خیلی اجرا نمی‌شد. یکی از دلایل شاید این بود، یکی از دلایل دیگه‌اش این بود که خب موسیقی مدرن و آوانگارد ارتباط برقرار کردنش با مردم طبیعتاً خیلی فرق داره تا حالا موسیقی کلاسیک مثل موسیقی بتوون، برامز، چایکوفسکی اینا. در نتیجه این مسئله همیشه با پندرسکی همیشه در میون بود که خب کارهاش بسیار به خاطر فهمش خیلی دیرتر آدم متوجه کارهاش میشه. اما یکی از دلایل فکر میکنم شهرت پندرسکی این بود که کارهاش به قدری نوآوری توش زیاد بود که در فیلم ها از کارهاش خیلی استفاده میشدن. البته خودش برای فیلم ننوشته بود، ولی کارگردان های بزرگی مثل دیوید لینچ در این سریال توین پیکزش از کارهای پندرسکی استفاده میکرد، تو موسیقی فیلم شاینینگ از پندرسکی استفاده کردن و خب این باعث شد که یه مقدار مردم بیشتر با کاراش آشنا بشن، چون وقتی موسیقی با تصویر همراه میشه یه مقدار اثرش سریعتر میشه، یعنی ارتباط برقرار کردنش با مخاطب یه مقدار سریعتر میشه و همین باعث شد که مردم بیشتر با کار پندرسکی آشنا بشن.
آقای روحانی در ایران چطور؟ او رو چطور میشناختن؟ به چه دلیلی میشناختن؟ بله، من جالبه که خدمتون بگم یه خاطره دارم از پندرسکی و اونم این بود که زمانی که در ایران در هنرستان موسیقی ملی تحصیل میکردم، خب در ایران ما یک فروشگاهی داشتیم به اسم بتوون که تمام آثار موسیقی کلاسیک، صفحه، الپی، نمیدونم کاست، اینا رو اونجا ارائه میکرد و من یادم اولین بار که با پندرسکی آشنا شدم در فروشگاه بتوون بود که یک اثری از ایشون تهیه کردم که اثر خیلی معروفشون که برای بازماندگان هیروشیما نوشته و اونجا وقتی که من این بود، فکر میکنم شاید حدود 14-15 سالم بود وقتی که این سفر رو تهیه کردم و رفتم منزل سفر رو گوش دادم، اصلا برام یک تجربه خیلی عجیبی بود که تا به حال همچین چیزی نشده بودم، چون همطور گفتم خب موسیقی آوانگارد در همه جای دنیا طبیعتاً خیلی شاید طرفدار نداره، به خصوص خب در کشورهای آسیایی، کشورهای خود ما. در نتیجه من اولین تجربه آشناییم با پندرسکی خیلی برام جالب بود و اونم این بود که اسمشو شنیده بودم، خب کارهاشو آشنا نبودم و اولین کاری که ازش تهیه کردم همین قطعه‌ای بود که گفتم خدمتتون. و خب فکر میکنم طبیعتاً موزیسین ها، آهنگساز ها حتما با کار پندرسکی آشنا هستن، ولی هیچ زمانی از ایشون در ایران اثری اجرا نشد و من یک چیزی یادم، فکر میکنم در دوران جشن شیراز یک ارکستری از لهستان اومده بود و فکر میکنم الان شایدم اشتباه کنم ولی شاید یک اثری از ایشون زدن، اما واقعا درست یادم نیست. اما به پندرسکی خب در ایران هیچ وقت آثارش تا الان اجرا نشده. گفتگویی بود با شهرداد روحانی، رهبر دائمی و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران. اگر در روزهای گذشته برنامه ما رو دنبال کرده باشید، حتما شیرازه ویژه برنامه نوروزی ما رو شنیدید که فصل سومش در حال باز پخشه. فصلی که به گلستان سعدی داده شده و در آن سام فرزانه تهیه کننده این مجموعه امروز از چشم سعدی نگاهی به موضوع پیری و جوانی میاندازد. شیرازه، ورقی از گلستان سعدی، پیری و جوانی. سلام، راسل پیترز کمدین مشهور کانادایی در یکی از اجراهای خود از مردی که در ردیف اول نشسته بود سنش را پرسید. درآمد که هم سن و سالند. بلافاصله از مرد پرسید کجای زندگی واداده ای؟ در زمان آن اجرا هر دو مرد 40 سالگی را رد کرده بودند و موهای سرشان تنک شده بود. اما پیترز پر انرژی و با سر و وضعی آراسته روی صحنه جولان می‌داد و شرح فتوحاتش را می‌گفت و مرد با لباس‌ها و سر و شکلی که به سنش 2 دهه افزوده بود نشسته بود و لابد به ریش خودش می‌خندید. حالا این یکی خود را جوان نگه داشته یا آن یکی زود خودش را به پیری زده مسئله دیگری است. صحبت ما از جوانی است که بی حادثه‌ای خود را به دست پیری می‌سپارد. چه بسیار 10 ساله که آرزو دارد هر چه زودتر به 20 سالگی برسد. محمد قائد نویسنده در تهران میگوید که در همان حدود 20 سالگی است که ما مستقل میشویم و عرش و فرش را سیر میکنیم. اما فرد 20 ساله عجله برای 40 سال شدن ندارد، چون گوشی دستش آمده که تا آن موقع شاید از قدری ثبات برخوردار شده باشد و توان مالیش همچنان افزایش یابد، اما به بهای بهار جوانی. این میل به ثبات را شاید بتوان در میل دانشجوی سال اول پزشکی دید که همکلاس‌ها را دکتر صدا می‌زند و در رفتار آن که تا سر کار رفت و ازدواج کرد حرکات و سکناتش شبیه پدر و مادرش می‌شود. یا کسی که می‌خواهد با توسل به ما که دیگر پیر شده ایم خودش را از تلاش برای یادگیری، تغییر و سرخوشی معاف کند و در جاده زندگی مستقیم سرپایینی برود تا تهش.
یک حکایت از گلستان سعدی بشنویم که شبنم طلوعی برای من روایت میکند. جوانی چست، لطیف، خندان، شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. یعنی این جوان چست و چابک همیشه خندان بود، چنان که لبانش هیچ وقت از خنده بسته نمی شد. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیفتاد. بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده. پرسیدمش چگونه ای و چه حالت است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. طرب نوجوان ز پیر مجوی که دگر ناید آب رفته بجوی. سعدی در ادامه میگوید که به هزار خدعه میتوان نشانه های پیری را زدود، اما رنگ و روی جوانی را نمیتوان برگرداند. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن زمن دلفروز. پیرزنی موی سیاه کرده بود، گفتم ای مامک دیرین روز، موی به تلبیس سیاه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوز. مهدی جامی نویسنده میگوید که تا همین یکی دو نسل پیش پسران در 15-16 سالگی و دختران در 12-13 سالگی ازدواج میکردند و تا زمان بچه دار شدن همچنان کودک بودند. طبعا وقتی بچه دار می شدن یک دفعه وضعشون عوض می شده، هم برای مادر جوان و هم برای پدر جوان دنیای دیگری می شده، وارد بزرگسالان می شدن و یه دفعه ناگهان بزرگ می شدن. در جای دیگری از همین گلستان سعدی خودمان حکایتی است که در آن سعدی نقل می کند زمانی که طفل بوده از بزرگی پرسیده نشانه بالغ شدن چیست. طرف هم سه نشانه داده که اولین است 15 سالگی، دومی و سومی هم از نشانه های مشهور بلوغ بودند، یعنی بین طفل تا مرد بالغ یک جشن تولد و رویش مو این طرف و آن طرف بدن فاصله بوده. اما امروزه مرز بین طفل و بزرگسال چند سالی بیشتر طول می کشد و آن هم به خاطر دوره نوجوانی است. محمد قائد نویسنده: اما در جهان امروز کلن نوجوانی حقی است که در روند رشد فرد نه تنها به رسمیت شناخته شده که لازمه بلوغ کامل طبیعی شمرده می شود. دوره نوجوانی مرزی بین کودکی و بزرگسالی و فرصتی است برای آماده شدن برای ورود به جامعه. اما تا همین 60-70 سال پیش در ایران فرد در سنین بالای 30 اگر مذکر بود کامل مرد و اگر مؤنث بود مستهلک به حساب می آمد. آردشان را بیخته بودند و علک را آویخته. فرد یا طفل بود یا پدر و مادری به صدای داری متقاعد، یعنی بازنشسته. مژگان قاضی راد نویسنده و پزشک با استفاده از آمار و ارقام درباره امید به زندگی و سنی که آدم ها کم کم به بازنشستگی وارد می شوند این طور می گوید: بر اساس داده هایی که سال 2013 سازمان بهداشت جهانی از همه دنیا و از ایران هم ارائه کرده، امید به زندگی برای مردان 72 سال و برای زنان ایرانی 76 ساله. یعنی اینکه یک مرد ایرانی میتونه امید داشته باشه 72 سال زندگی کنه و یک زن ایرانی 76 سال. خانم قاضی راد میگوید در زمان سعدی حداقل یکی دو دهه طول عمر آدم ها کمتر بوده است و از این نتیجه میگیرد که آدم ها زودتر پا به دوره پیری میگذاشتند و فرهنگ و آداب پیری را زودتر به جا می آوردند. مثلا در گلستان چند حکایت هست که عشق پیری را نهی کرده و از مشکلات مبتلا به عاشق سالمند
در نزدیکی با معشوق جوان سخنها گفته. امروز ما میبینیم که زیاد شدن طول عمر باعث میشه که آدم ها بتونن لذت هایی رو که در دوران جوانی میداشتن ادامه بدن و همونجوری که ما میبینیم امروز میل به جنسی رو میشه در مردان با وایگرا یا در زنان با پینک پیلی که الان میخواهد ارائه بشه در آمریکا زیاد میکنن. خانم قاضی راد نتیجه میگیرد که با افزایش لذت بخشی نوع زندگی افراد و نگاهشان به زندگی هم تغییر میکند و برای همین است که گفته های سعدی در باب ششم که ضعف و پیری نام دارد چندان با زندگی امروز ما مطابقت ندارد. اما منطبق نبودن نگاه سعدی به پیری و جوانی با آنچه که ما امروز به آن اعتقاد داریم آیا سبب شده که ما این بخش از آموزه های گلستان را فراموش کنیم و سر خویش گرفته و زندگی خودمان را بکنیم؟ آقای قائد، به همین راحتی می توانیم مثل سعدی فکر نکنیم؟ برای سعدی بار فکر نکردن تلاش خاصی لازم نیست. با تغییر شرایط عینی و مادی فکر آدم ها به قالب زمان و به شکل محیط در می آید. اما به نظر آقای قائد اینطور هم نیست که همه ی آثار چنین تعلیماتی با عوض شدن دوران محو شوند. عناصری در فکر آدم ها پیدا و پنهان به بقا ادامه می دهد. خطی پررنگ به نشانه تفکیک مطلق یک جامعه و یک عصر از جوامع و آثار دیگر وجود ندارد. محمد قائد در کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی مقاله‌ای دارد به نام مفهوم آینده که در آن از بیهودگی تلاش برای الگو قرار دادن کار شاعران کلاسیک در زمینه‌های تفکر امروز صحبت کرده و از جمله نوشته: لذت بردن از جنبه‌های عاطفی و زیبایی شناسانه کلام به جای خود، اما اینکه مضامین قالبی ادبیات منظوم قدیم مفاهیمی ورای کل اطلاعات مردم امروز تلقی شوند و هم محتوای فکر و هم روش فکر کردن ما را تعیین کنند، مانعی است در سر راه حرکت اندیشه در جامعه. کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی را انتشارات طرح نو منتشر کرده. مجموعه از مقالات محمد قائد در این کتاب جمع‌آوری شده است. از جمله مقاله هایی درباره نوستالژی و شهرت و همینطور مقاله بلندی درباره احمد شاملو. این شیرازه به صدای ستاره فرج بالفکن مزین بود و تخصص معصومه ناصری در خلاصه کردن حکایات گلستان. تهیه کننده برنامه من سام فرزانه هستم. نقطه. خب فرصت کوتاهی داریم که من چند تا از پیام های شما رو بخونم. رضا نوشته کرونا 10% میکشه و گشنگی 100%. ما قشر ضعیف پول نداریم و نمیتونیم کار نکنیم، خونه بنشینیم. به خامنه ای بگید مثل بقیه دنیا که قرنطینه میکنن پول بده یا غذا بده به ملت تا بتونیم بشنیم تو خونه تا زنده بمونیم. این البته خلاصه کردم این پیامو. سروش نوشته این استراحت اجباری بعد از چندین سال پرکاری اختیاری بسیار خوبه، ناراحتی‌های اعصاب و مفاصل و قلب و ترشح زیاد اسید معده رو بهبود داده. و همینطور در فیسبوک اسد از دکتر احمدی کارشناس برنامه تجدید کرده و همینطور از تحلیل او در باره ایران. اجازه بدید که بریم به سراغ خبرهای ورزشی امروز با علی آخوندان. خبرهای ورزشی رو با اخباری که میشه گفت به نوعی شاید زد و نقیز هستن در مورد هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال شروع میکنیم. دیروز خبرگزاری مهر نوشت که احمد سعادتمند که به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه انتخاب شده بود از سوی هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل این باشگاه انتخاب شده و مورد تایید وزیر ورزش ایران هم قرار گرفته. اخبار غیر رسمی از کنارگیری اسماعیل خلیزاده رئیس هیئت مدیره استقلال خبر دادن، اما خب در خبری که به نوعی میشه گفت برعکس این خبر هست، خبرگزاری فارس گفت که اسماعیل خلیلزاده که این روزها به در ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان به سر میبره قطعی کنارگیری کرده از هیئت مدیره استقلال و گفتم که فعلا قصد مصاحبه نداره.
در حالی که در اکثر نقاط دنیا مسابقات فوتبال متوقف شدن، بلاروس تنها کشوریه که مسابقات لیگش همچنان ادامه داره. در این موردم به اون بگو. دیروز هم دو بازی در این لیگ برگزار شد. خب فدراسیون فوتبال بلاروس هم به نظر میرسه که از این فرصت داره حالا به نوعی سوء استفاده میکنه، مسابقاتش رو به 10 کشور فروخته برای پخش تلویزیونی. خب در بلاروس کمتر از 100 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن، اما کماکان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور به دلیل موازی که راجبه این شیوع این بیماری داره انتقاد میشه. برنامه امروز رو با از دو سوی آمو به پایان میبریم. درود، زیور شاه محمد هستم با دو سوی آموی این هفته. امیدوارم خوب و خوش و سلامت و دور از کرونا باشید. تشویش از ویروس کرونا نمیکنیم، تشویش از ویروس کرونا نمیکنیم، هرگز سفر بهونه چینا نمیکنیم، هرگز سفر بهونه چینا نمیکنیم. خوشگو کرونا نگیری، از چین و وهان نگیری، از ملک ایران نگیری، از حکومت ایران نگیری. مواظب باش وطندار، خدا باشه نگهدار. شیوع ویروس کرونا که در سراسر جهان همچنان در حال گسترش است، باید اظهار سپاس و قدردانی از تمام پزشکان و پرستارانی که به طور شبانه روزی در خدمت مردم هستند بکنید. شما خونتون کرونا داره، بچشت کرونا داره، لای کتابات کرونا داره، لباسات کرونا داره، توی چین کرونا داره، دور ورش کرونا داره، قزوین کرونا داره، حتی دکون کرونا داره. حالا که به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تمام برنامه‌های فرهنگی و موسیقی در سراسر جهان لغو شدند، در بسیاری از کشورها با استفاده از زبان، هنر و به ویژه موسیقی، آوازخوان‌ها از راه ایجاد شادی برای پرستاران و بیماران در صحنه بیمارستان‌ها برنامه‌های برای تقویت روحیه مردان که در مقابله با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند اجرا می‌کنند. خونتون بمون بمون، خودم میام پیشت، یه وقت کرونا نگیری ملخ میزنه نیشت، عزیزم گرمی بخور به جای هر سکینه، بیا با هم بزنیم بریم قرنطینه، بریم قرنطینه. البته پرستاران و بیماران کرونا این برنامه ها را از پشت پنجره بیمارستان نظاره میکنند. کرونا وایرس، ویروس کرونا. تنها راهی که در حال حاضر جوابگوی مقابله با این بیماری بوده این قرنطینه خانگی است که رعایت آن قطعیاً مهم است و از سوی شهروندان باید خیلی جدی گرفته شود. این زمان را ببین، شفاخانه را ببین، این زمان را ببین، شفاخانه را ببین، همه گیر کرونا می دوانا، آخر شد زمانا، از ایتالیا تا ایران می دوانا، آخر شد زمانا، از شهر قم تا ایراد می دوانه، آخر شده زمانه. در هر دو سوی آمو هم در این چند هفته آخر کرونا میوزیک های جالب ایجاد شدن. کرونا میوزیک افغانی با آواز رامش خوشنوا را می شنیدید. مبتلایان ویروسی کووید 19 در افغانستان به 80 نفر رسیدن. از تم دمی رپی در خلیفه سرکی بودن اکادم اپیدمی دای سنف، کرونا باری تو کرونا کاری نفامی نمت قد بر تو عقیده ضعیفه. و اینم رپ کرونایی از چهار جوان افغان. دوباره کار سرکی و از تو مپای بی دو گفته رایستی کش لسه اوی دانت زدنی مجازی گنگ سری لبودانی بیا تو خاله. اما در این وری آمو تاجیکستان تنها کشوری از میان کشورهای آسیای مرکزی که این ویروس آنجا راه نیافته و خدا کند که از کرونا در امان باشیم. صدرالدین نجم‌الدین آوازخوانی تاجیک که در شهر تورنتوی کانادا امروی خانواده‌اش به سر می‌برد، همچنین چند روز قبل نماهنگ جدیدش زیر عنوان لیلی را به بازار ارائه کرد. من از ماه و ستاره با قلبی پاره پاره، تو را جویم که بینم دوباره، من از نم نمی بارم گل یاس خیابان، تو را جویم زی کوی. در یک صحبت اختصاصی صدرالدین از لغو برنامه‌های کنسرتیش و قرنطینه خانگی و رعایت توصیه طبیبان برایمون صحبت کرد. درود خداوند بر شما عزیزای دل شنونده‌های برنامه از دو سوی آمو.
صدرالدین نجمی دین هستم. با ترانه نو مهمونی برنامه شما هستم. نام ترانه ام است لیلی، از ساخته های زیبای دارانجان رحمت زاده است و اینچنین شعر زیبای احسان. تنظیم آهنگم رابرت میرزایان انجام داده و ویدیو کلیپ زیبای نیز شرکت رامین منصور ثبت کردند. امیدوار هستم که مثل آهنگ های قبلی در دل های شما راه می یابد و چنانی که شما میدونید در این ایام نوروز، در این ایام بهار ما همه یعنی حبس خانگی داریم و دعا میکنیم که این بلای این وبای عصر و این بلا از پهلوی شما گذرد و هیچگاه شما رو آزار ندهد. خداوند نگهبان شما باشد و دوستان عزیز از شما احترامانه خواهش میکنیم که توصیه های دختران رو فراموش نسازید و همیشه مواظب خود و مواظب اهل آیله و فامیل خود باشید. عزیزای دل، بهار نو بازم مبارک. بگذار که چی آرزوهایی که در دل داره به آرزوهای خود برسید و افسوس از آن میخوریم که سال 2020 بسیار یک سال دشوار آمد و تمام کنسرت های من نیز لغو شدند در تورنتو، در ونکوور و در اروپا. نیت بود که این سال کنسرت ها برگزار گردد و دعا میکنم که این مشکلی که در عالم است هر چی زودتر برطرف شود و ما باز به دیدار همدیگر برسیم. همیشه با برنامه از دوستوی آمو باشید. خدا نگهبان شما. آینه چشم از ما نگاه روزم همه شام است به چشم سیاه. آینه چشم از ما نگاه روزم همه شام است به چشم سیاه. می آی بلب هات صد حرف و تبسم، می آی بلب هات صد حرف و تبسم. شاید که تو را دل دیگر نکند گم. با اردوی سلامتی و نشاط دلخوشی در این صبح زیبای ملکوتی دوشنبه برای تمام دوستان و عزیزان این آهنگ زیبا و عاشقانه امیر سلطانی را تقدیم شما میکنم. آهنگ زیر عنوان دخترک هیراتی. عشقم کنار تو دیگه غم ندارم، همه دارو ندارم، تو را دوست ندارم. تمام خاطراتت در دلم میمانه، همه دارو ندارم، میای تو خنده کدمیای تو تو لالای سرایی برای من یک جایی. میدم میای تو خنده کدمیای تو تو لالای سرایی برای من یک جایی. مایده مایده از اونور آمو آمدیم به تاجیکستان که اینجا امام علی آوازخوانی تاجیک آهنگی را ساخته برای آنهایی که عاشقانه عشق می‌ورزند و قلب سرشار از محبت دارند. کم کمک با نگاهت ها دلم را ربودی تو، پیکری مهر و وفایم چرا شکستی تو. از لبانی ارغوانم سر بسه ها سکتانم، با حریم عشقی تو سب قصه ها بخواندم. مایده مایده میای تو، مایده مایده میای تو اسمی آهنگ امام علی که میشنه. برای من یک تایی. مایده مایده میای تو خنده کده میای تو تو لالای سرایی برای من یک تایی. میگویند که عشق رقصیدن به ساز کسی نیست، عشق رقص است دو نفره، یک قدم به پیش یک قدم به پس. دقیقا همان است که جاوید شریف میخواند. هی یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین مایده بکار است. یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین مایده بکار است. شانه بالا باز ما را مستی در چشمان دست. یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین مایده بکار است. یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین مایده بکار است. با پخش این آهنگ رسیدیم به پایانی برنامه و تا دوشنبه دیگر و دو سوی آموی دیگر آهنگ زندگیتان شاد، تن شما سالم و دل شما پر از شادی و سرور باشد. بدرود و خدا نگهدار. مواظب خودتون باشید. از بتو میخانه دل بر جانانه، کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه. وای وای قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم.
ساعت اول چشمانداز بامدادی در همینجا به پایان میرسد. ساعت دوم رو تا لحظاتی دیگر با تازه ترین خبرهای جهان آغاز میکنیم. املکت بگردن برقص تو ای جان من، املکت بگردن برقص تو ای جان من، حالا تو چرخه بزن، حالا تو چرخه بزن، دم نیساز قطعن.